سلام به شما دوستای خوبم در دکتر سلامت، امیدوارم سالم و تندرست باشین. من پگاه هستم و در این ویدیو از پیام‌های مهم بدن وقتی به ما هشدار میده که مشکلی داره براتون بگم. پس با من همراه باشین و یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگولک کنار سابسکرایب از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. بدن با راه‌های مختلفی به ما میگوید که در سیستمش اختلالی وجود دارد. متابولیسم، کنترل دمای بدن و عملکرد ارگان‌ها همه خودکار هستند. اما این وضعیت به این معنا نیست که به چراغ‌های هشدار دهنده بدن بی‌تفاوت باشیم. ممکن است ندانیم که علائم هشدار دهنده چه چیزهایی هستند و بدن چه علامت‌هایی نشان می‌دهد تا شما را از مشکلی آگاه کند. من در این ویدیو به چند مورد اون اشاره می کنم. اگر شما بیشتر از بقیه سردتان می شود، ممکن است تیروئید کمکار داشته باشید. یکی از علائم شایع تیروئید کمکار احساس سرمایه غیر عادی است. سطح پایین هورمون تیروئید باعث می شود شما نسبت به اطرافیانتان بیشتر احساس سرما کنید. شما بوهایی حس می کنید که وجود ندارند. اگر در این شرایط هستید، باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید. این اتفاق میتواند نشانه ساده از سینوس های ملتهب، سر و یا بیماری پارکینسون باشد. گرفتگی های عضلانی بی علت دارید. اگر سطح پتاسیم شما کم باشد، عضلات بدون ارتباط با ورزش درد میگیرند. معمولا خوردن موز برای بازگرداندن تعادل میزان پتاسیم کافی است. اگر به جویدن یخ تمایل دارید، بدن شما به آهن بیشتری نیاز دارد. بدن برای انتقال اکسیژن به مغز و ماهیچه ها به آهن نیاز دارد و افرادی که آهن کافی ندارند، اکسیژنی کمتری در خون دارند. اگر کمبود آهن دارید، از بهترین منابع آن ماهی، مرغ و گوشت استفاده کنید. اگر موهای شما کم پشت و نازک شده، به آهن بیشتری نیاز دارید. همانطور که اشاره شد، نقش اکسیژن رسانی آهن در مغز بسیار اهمیت دارد. کمبود آهن می تواند باعث کم پشتی و نازک شدن موی شما بشود. اگر چشمان شما همیشه پف دارد، ممکن است بیماری کلیوی یا قلبی داشته باشید. مشکلات قلبی و کلیوی مانع از رهایی بدن از مایعات اضافی می شوند و این مایعات در جاهای غیر معمول به خصوص در هنگام صبح جمع می شوند. تورم لثه. علائم کمبود ویتامین C می تواند در دهان شما پنهان شده باشد. کمبود این ماده مغذی اغلب می تواند خود را در دهان و به واسطه لثه های متورم قرمز و تحریک شده نشان دهد. اگر لثه های شما بیش از حد حساس شدند و از دلیل بروز این شرایط مطمئن نیستید، می توانید کمبود ویتامین C را به عنوان یکی از دلایل احتمالی مد نظر قرار دهید. اگر به طور مکرر سرگیجه می گیرید، ممکن است به کمبود ویتامین B12 دچار شده باشید. این امر به دلیل این است که ویتامین B می تواند به کمخونی منجر شود و این به معنای تعداد کم گلبول‌های قرمز سالم در بدن است و می تواند در جریان اکسیژن به مغز اختلال ایجاد کند. دست‌ها و پاهایتان بی‌حس یا مورمور می شوند. این نشانه با مشکلات سیستم عصبی در ارتباط است. اگر این حالت را تجربه کرده اید، باید مصرف خوراکی‌های سرشار از ویتامین B را بالا ببرید. بی‌حسی دست‌ها و پاها معمولاً با نوسانات خلقی همراه است. البته بدون در نظر گرفتن دلیل این نشانه، مراجعه به پزشک اهمیت ویژه‌ای دارد. مشکلات خواب. کمبود ویتامین D می‌تواند با تغییرات بسیاری در شرایط خواب مانند ساعات خواب کمتر و کیفیت پایین‌تر خواب مرتبط باشد. همچنین این شرایط با افزایش التهاب بینی و لوزه پیوند خورده است که می‌تواند به آپنه خواب و اختلال در خواب منجر شود. تپش قلب‌های مکرر. کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 می‌تواند موجب این علامت شود. در صورت عدم درمان، کمخونی می‌تواند به برخی عوارض جدی منجر شود
که تپش قلب یکی از آنهاست. دریافت ویتامین B به میزان کافی می تواند به بهبود این شرایط کمک کند. جوش های قرمز بزرگ روی پوست. اگر جوش های قرمز روی پوستتان دارید، شاید کمبود نیاسین داشته باشید. این ماده مغذی به عمل کرده بهتر اندام ها و ترمیم DNA کمک می کند. برخی از خوراکی های سرشار از نیاسین شامل موز، بادام زمینی، کدو حلوایی و تخمه آفتابگردان هستند. سطح انرژی شما خیلی پایین است. احساس سستی یا افسردگی مکرر می تواند نشانه کمبود ویتامین باشد. بسیاری از آدم ها که از افسردگی رنج می برند، مواد مغذی توصیه شده به ویژه ویتامین D و ویتامین B را از رژیم غذایی روزانهشان دریافت نمی کنند. آهن، منیزیم و ویتامین B12 می توانند به بدن ما انرژی بدهند. بنابراین اگر تازگی ها احساس خستگی می کنید، شاید با کمبود این مواد مغذی مواجه هستید. خوراکی های سرشار از آهن شامل خرما، لوبیاها، عدس و سبزیجات برگ تیره هستند. برای منیزیم هم می توانید از مغزها، آووکادو، لوبیا، موز، غلات کامل و حتی شکلات استفاده کنید. دشواری در حفظ تعادل. اگرچه کمبود ویتامین ای نادر است، اما این شرایط گاهی اوقات در افراد مبتلا به فیبروز کیستیک یا بیماری سلیاک دیده می شود. مشکلات حفظ تعادل یکی از نشانه های شایع این شرایط است. به طور خلاصه، اگر به طور مکرر زمین می خورید و می دانید که در معرض خطر کمبود ویتامین ای قرار دارید، مراجعه به پزشک و بررسی سطوح این ماده مغذی بهترین اقدام است. تغییرات خلقی. ویتامین D علاوه بر سلامت جسمانی، بر سلامت روانی انسان هم تأثیر گذار است. اگر با کمبود این ماده مغذی مواجه باشید، ممکن است متوجه تغییراتی در شرایط خلقی کلی خود مانند نشانه های افسردگی شده باشید. پیوند بین خلق و خو و سطوح ویتامین D با سروتونین که به نام هورمون شادی شناخته می شود مرتبط است. اگر هر یک از علائم گفته شده را در خود مشاهده کردید، حتماً به پزشک مراجعه کنید. ممنون از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو من را همراهی کردین. امیدوارم هر جایی که هستین تنتون سالم و دلتون شاد باشه. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید، اون رو کامنت کنید. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.